نهایتش یه باخته دیگه، چیزی نمیشه که. سلام و خوش اومدیم به پارت 2 کلکل با خارجیان. امروز می‌خوایم بریم با هم دیگه مایکلاب PS Bisuke، یعنی قراره که PS Bisuke آنلاین بازی کنیم با تیم ملی ایران، ببینیم که باز دوباره توی پارت دوم میتونیم کسی رو شکست بدیم از خارجی‌ها یا به آخر شکست می‌خوریم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون میاد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، برای انرژی دادن لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. بریم داخل بازی ببینیم که حالا ما با حریف کوهدانپوری بازی داریم. اسم آژاکس رو کرده چی؟ با چیز نه ببخشید، با یه حریف هندی بازی داریم. اسم آژاکس رو آژاکس هایپو یا ابوالفضل، چقدر بازیکنهای لژند داره. 5 تا دفاع خطی چینده ابوالفضل. ما میبریم به نظر من، چون حریفمون آنچنان مالی نیست. قبل از اینکه بریم سراغ بازی، مثل همیشه پیش بینی کنید که کی میبره کی میبازه. به نظر من این بازی ما 2-0 ببریم. اما نظر شما چیه؟ کی میبره کی میبازه؟ چند توی کامنت ها بنویسین و ببینیم که پیش بینی کی درست در میاد. بله، حالا بازی شروع میشه. ایران در مقابل هندوستان. یا ابوالفضل میکشن کنارها، قشنگ معلومه که میخواد از کنارها نفوذ کنه. میشین ببینیم بابا. حالا از اون ور نیمار پاس میده. آقای اسمش چی بود؟ حالا از اون یه حرکت تکنیکی، ایوه فنداک اومد توپمون رو گرفتش. حالا از اون سم میخوایم پاس بدیم، میندازیم به کجا انداختیم. حالا اونجا رواندوفسکی پاسش رو میده. حالا اونجا یک ضربه توی دروازه. اولین گل رو آقای فرناندز به ثمر میرسون. از 5 تا دفاع چجوری رد شدیم واقعا. یا ابوالفضل اونجا توپ رو میگیرن بازیکنان ایران، یا خیر میبرن به جناح چپ. از اون سمت میخوان که سانت کنن روی دروازه. مسی به داخل میاد، از بین دو تا فوروارد مدافع میخواد رد بشه. اونجا هنوز فرصت هست واسه دو تیم. اونجا کارلوس توپ رو میگیره، میرسونه اونور به مسی. مسی همونو باید بزنه توی دروازه و گل دوم رو سر هم میرسونه تیم ملی ایران. پیش بینیم درست در اومده، اما به نظرتون بازی تا چند میکشه به نظرتون؟ اوه چه غلطا، کجا داری میای؟ حالا میگیم آره به مسی، به همین ور. حالا دوباره به همون ور، فکرش هم نمیکرده دوباره من ببرم به همون ور. پاس بده و اونجا مسی پاسش رو میده. اونجا حرکت کنه لب خط، سانتر انجام میشه روی دروازه یا نکه. انجام نشد متاسفانه. حریفا من نمیتونم، حریفا ضعیفن یا ما قوی. تو میرسه به لواندوفسکی. لواندوفسکی اونجا توپ رو نگه داشته. نباید بذارن که حریفا، بازیکنان ایران یه پاس خیلی بد دادن متاسفانه. حالا اونجا یه قطع ارتباط باید بشه، باید بزنمش مگرنه میره. اوه برسون به لواندوفسکی. لواندوفسکی میرسونه. حالا لواندوفسکی میبره به اون سمت. مسی حرکت کرده، تیم ملی ایران حرکت میکنن. حالا از اون سمت تییاگو، ای بابا، میارن به جناح چپ. نمیدونم اسم بازیکنشون چیه، نمیتونم نگاه کنم. وضعیت بسیار وخیمه. برونو فرناندز حالا اونجا میاد واسه توپگیری، یا ابوالفضل میخواد بچرخه، نمیدونن این اتفاق بیفته. میرسونن به نیمار. نیمار توپ رو میگیره، میرسونه به لیواندوفسکی. لیواندوفسکی میرسونه به مسی از جناح راست. قراره که سان بشه روی دروازه. همین کارو انجام توی دروازه. اصلا قبل از اینکه تو برسه من گفتم توی دروازه. هندی ها واقعا عجیبه، چه نماینده ای واسه خودتون انتخاب کردین آقای هندی ها. میرسونن اونجا لواندوفسکی. لواندوفسکی میبره اونجا به جناح چپ. نیمار حرکت کرده، میتونه این رو گل کنه یا نه. میزنه یه چیپ و ای وای، مشکل نیست، برگردیم دفاع. این ضربه سر اولام ما بزنیم خوبه، اما اشکال نداره. ما میتونن توپ رو به لواندوفسکی. لواندوفسکی میرسونه به چپ به مسی. خود لواندوفسکی حرکت میکنه، میزنه پشت مدافعین واسه لواندوفسکی. اگه برسه که نمیرسه، کار رو تموم میکرد. اگه میرسید خدای اونجا یک پاس اشتباه نیمار بعد توپ رو گل کنه و تمام. خود نیمار میاد و جبران میکنه. ما همچین بازیکنایی میخوایم. همه اینا اومدن ملیت ایرانی گرفتن واسه چی؟ سه اینکه ایران اسمی سر زبوناست. یا بگی توپو دیگه نیمار، حالا ازت تعریف کردیم ما. خدا وکیلی چقدر این لوبر لوبل تو کارلوس بازیش خوبه. توپ رو بگیر. ای بابا بگی لب خط تو الان میره دیگه. بله من توپو. مسی بگی توپشو. چند تا بازیکن همزمان میرزن سرش. حالا اونجا تییاگو توپ رو گرفته، میبره رو به جلو. تییاگو رو کسی نمیتونه بگیره. ماشاءالله، هزار ماشاءالله به این سرعت میاره به وسط تر. همینجوری داره میاد وسط. یا ابوالفضل کجا داری میای واسه خودت؟ همینجوری کله کرده داره میاد جلو که اونا بگیره. داره میره مثلا از این طرف، نمیتونه نفوذ کنه. بزن بره. ماشاءالله لواندوفسکی ضربه سر اول اینوری بزن. نه اشکال نداره. حالا نیمار رفت. حالا ای بابا. حالا اونجا روبرتو کارلوس میبره. اونجا فرناندز پاسش رو میده، نمیتونه فرناندز رو بگیرن. فرناندز چقدر قشنگ داره بازی میکنه این تیم. الکی اسمش ایران نیست که دادا. این یکی هم گل بشه تمومه. که نشد متاسفانه. میبرم به سمت روبرتو کارلوس. روبرتو کارلوس یه دونه شوت کات داره
بله این بازی رو 4-0 ما بردیم، مثلا عجیب. من قریب بود البته نیمه اولش فعلا ها، اما میگم تا الان 4 تا زدیم، یعنی 4 تایی هم تا الان هندی ها. حالا نمیخواست اسم هند بره، گرفته آجاکس رو گرفته، باز دوباره نمیخواست آبروی آجاکس بره، دوباره اومده اینجا اسم یونایتد رو بدنام کنه. بعد دیده یونایتد هم نه، الان اونا میان اعتراض میکنن اسم منچستر یونایتد رو برداشته، منچسترش رو اون یونایتد فراموندی. اوه ما یه دونه کارت زرد داریم، چیکار کردی مثلا تو گیم پلن داری چیکار میکنی؟ همینجوری وایسادی رو نگاه میکنی؟ چقدر ما باید ایرانی‌ها به اینا یاد بدیم آقای لومنت لوازکی حرکت کن، من به مدل خودشون بهشون گل بزنم، حیف که نشد که بشه. یعنی بهتون نشون میدادم ایران و ایران کیان پدر سخته ها. البته ما داریم شوخی میکنیم ها، جدی نمیگیم کش، با کسی نباید شوخی کرد. اوه آره ببینیم بابا، البته ما ضعفمون فقط این زاویه است، مگر بقیه زوایا رو مشکل نداریم. خب اونجا دوباره میادش آقای اسماشون چقدر کیمیچ اونجا میخوان به وسط ها یا بیان یا به کنارها. آقای روبرتو کارلوس چقدر داره این بازیکن قشنگ بازی میکنه. حالا خود نیمار میاره وسط تر، خود نیمار اونجا خواهد حرکت کنه، هرچی تکل میزنن نمیتونن توپ از بازیکنان ایرانی بگیرن. اونجا پاسشون رو میدن، چقدر بد زد اونجا پدر سوخته. داور آوانتاژت به درد خودت میخوره وقتی خطا نمیگیری، چی آوانتاژ میدی؟ حالا اونجا میبرن به اون ور، نیمار رو قراره که بندازن بره واسش، چی پاس منوال عالی اونجا میندازن، نیمار میاد داخل عمق. حالا یک پاس زمینی نباید اونجا زمینی میدادی عزیزم، حالا میارم به وسط، دوباره اونجا ایران توپو میره، داره چیکار میکنه تیم ملی ایران با خطا دیگه. اینا هم از ای فوتبال یاد گرفتن ها، حالا اشکال نداره. حالا اون برا بگی داره میره. اوه ناجور بدجور. چه در سوخته، کی بود گل زد؟ مارادونا بود؟ چقدر شبیه مارادونا، کی؟ من نمیشناسمش. پدر سوخته وایساد کاتدار بیرون بازن. حالا اونجا توپ رو قطع میکنن، میارن به لواندوفسکی، لواندوفسکی میاره حالا به سمت مسی، مسی حرکت کرده پشت مدافع ها، اونجا یه دریبل، دو دریبل دوم، شوت و تمام، نمیشه بزن لواندوفسکی، تمام. یک دریبل زیبا، یک ضربه متوسط و یک گل زیباتر، نهایتش یه باخته دیگه، چیزی نمیشه که. من فقط میخوام ببینم، دلم میخواد این چند تا رنگ به ما اضافه میکنه. بده بره نیمار. ای بابا این یه سری چیزا بلده ها، ولی نمیدونه چجوری خوب ازش استفاده کنه جلوی ما. پیش بینی نکرده بودیم این نتیجه رو، خداییش منم به مخیلاتم نمیگنجید که همچین گلایو بهش بزنیم. حالا اونور به وسط تر میان، اونجا توپ رو میگیرن میبرن به اونور، حالا پاس میدن به لیواندوفسکی، حالا یه دونه ایرانی داره شما رو میبره، حالا بذار یه ایرانی هم دوباره شما رو ببرن. حالا چند ثانیه دیگه این فهمیده عمرش داره میکنه و تمام، ایران 7-1 میبره. اصلا 7 تا زدیم یکی خوردیم، چه گلای قشنگی زدیم خدایی. ولی خدایی کی پیش بینی کرده بود؟ اونی که پیش بینی کرده بود 7-1، من مطمئنم خود این هندیه بوده. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما برای انرژی دادن لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. نظرتون رو واسه ویدیوهای بعدی بگین که دوست دارین اگه مایکل اپ دوباره بازی کنیم یا نه. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.